خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید، سه جورید. سه جور انسان هستن که اینا صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوع اند که صبح از خواب برمیخیزن. فصنفون لهو ولا علی. یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. این یک سن. و صنفون علیه ولا له. یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. صنفی دیگری هم هستن که و صنفون لا له ولا علیه. یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن، میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن، نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه. سه جورن پس. فاما الصنف الذي له ولا عليه فهو الذي يقوم من منامه ويتوضا ويصلي ويذكر الله عز وجل. این یعنی ظاهرا از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یسلی، مراد صلات صبح نیست، چون اون صنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه. خب نماز صبح باید بخونه، اگر نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب هست. این که له ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست. خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی تازه آشنا شده بودن، یه روز ایشون رو میبینه حاج میرزعلی آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب اینجوری، تهجد. برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم و سر و کله با این بزن کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخواهیم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری، یا چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر بلند شه. این ظاهرا اون سحر رو بیان می‌کنه. این یک سن. و الصنف الذي عليه ولا له فهو الذي لم يزل في معصيه الله حتى قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت های قلبی، جوارحی، جوانحی مشغول تا بلند میشه. فذلک الذي عليه ولا له، این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و الصنف الذي لا له ولا عليه، که نه به نفعشه نه به ضررشه این بیدار شدن. فهو الذي لا يزال نائما حتى يصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح. اما حالا یه خود دست کم بگیریم، بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین، نماز صبحشو میخونه البته، اما لا له ولا علیه. یه فریضه ایست که بر عهده اوست، واجبه، باید به جا بیاره.
اون رو به جا میاره، دیگه خیری از این بلند شدن نمیبینه. فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح فذلک الذی لا له ولا علیه. صفحه